Samuel Johnson, Nevisande. کمتر نویسنده ای را می توان یافت که با وجود شهرت جهانی آثارش به اندازه آثار دکتر ساموئل جانسون ناشناخته باشد شاید به این خاطر است که بزرگترین اثر او کردار و گفتارش در طول زندگی بود خوشبختانه گفته او را معاصران دوست دارند و با همت و تلاش ضبط کردند از این رو اطلاعات بسیاری درباره این انسان شگفت یعنی ساموئل جانسون در دست داریم جانسون در سال 1709 در شهر تجاری لیچفیلد چشم به جهان گشود این شهر در شمال بیرمنگام در حومه شهر استادفورد شایر در انگلستان واقع شده است در زمان دکتر جانسون بیشتر خانه ها نیمه چوبی بودند و ساختار نامنظمی داشتند و به ندرت در میان آنها خانه های زیبایی که به سبک قدیم ساخته شده بود دیده میشد. وجود یک کلیسای جامع زیبا به سبک گوتیک این شهر را از شهرهای اطراف متمایز می سازد و فضای متفاوتی به شهر می بخشد. در تقاطع خیابان سادلر و خیابان ترد مارکت میکایل جانسون کتاب فروش خانه بزرگ ساخت تا شخصیتی را که در شهر برای خود ایجاد کرده بود نشان دهد. والدینش کشاورزان ساده ای بودند او تا سن چهل و پنج سالگی مجرد بود به نظر می رسید که همسر مناسبی برای سارافورد چهل ساله باشد خانه بزرگ و راحت میکایل جانسون وضعیت بد شغلی او را نشان نمیداد. در حال حاضر در مقابل این خانه پیکر ای چوبین و بزرگ از جانسون قرار دارد که با اندوه به این خانه خیره مانده او کودکیش را با انجام کارهای مختلف در کتاب فروشی گذراند هرچند بسیار مقاوم تر از آن بود که این کارها او را به زانو در آورد جانسون در کودکی به بیماری خنازیر مبتلا شد که نوعی سل است محل جراحی روی گردنش به شکل زخمی بدنما باقی ماند به خاطر ضعف چشم باید مستخدمی همیشه همراه او بود تا در راه خانه به مدرسه اتفاقی برایش پیش نیاید مادر جانسون او را در دو سالگی به دربار برد تا ملکه او را متبرک سازد در آن روزگار این عقیده خرافی در میان مردم رواج داشت جانسون در هفت سالگی به مدرسه گرامر لیچفیلد رفت او از درس لاتین لذتی وافر می برد او در مدرسه هافکینز معلم شایسته و مهربانی داشت جانسون در نه سالگی به مدرسه ای بالاتر رفت این مدرسه به وسیله آقای هانتر خشن اداره می شد بعدها جانسون با فروتنی از او به عنوان معلمی والا قدردانی کرد جانسون در دوران جوانی با زیبایی های برجسته زادگاهش معنوس شد هیچ یک از همکلاسی هایش قادر به رقابت با او نبودند مشکل عمده جانسون علاوه بر زخم گردن راه رفتن ناموزون ضعف بینایی و ناشنوایی و کم تحرکی بود جانسون در خیابانهای لیچفیلد پرسه میزد و این نکته دل مشغولی مورد اش بود شهر زمن زیبایی از فکر توهی بود و این مسئله او را می آزرد. جانسون به پسر امویش کرنلیوس فورد که پزشک مرفهی بود معرفی شد او در سال 1725 از ساموئل خواست که مدتی در خانه او زندگی کند فورد بسیار مادی، مطلع و بزلگو بود از این جهت با آشنایان لیچفیلدی ساموئل بسیار فرق داشت او مجذوب فورد شد فورد هم به او علاقه داشت و او را یاری می کرد جانسون در 1729 به لیچفیلد بازگشت و به مدرسه ادوارد ششم در استوربریج رفت. او در آنجا برای تأمین هزینه تحصیل به محصلین درس میداد. پس از شش ماه این مدرسه را ترک کرد تا به پدرش در کتاب فروشی کمک کند. او با همه کتاب هایی که درباره بازرگانی خوانده بود فروشنده بدخلق و ناموفقی بود. مردم شهر به استعدادهای فکری او پی بردند و کلیسا از او برای شرکت در مراسم شام دعوت کرد جانسون در خانه جورج والمسلی با پسر بچه ده ساله شادابی به نام دیوید گاریک آشنا شد و این ملاقات آغاز دوستی دیرپایی شد این آشنایی جاذبه بیشتری به لیچفیلد بخشید ولی او همچنان منتظر بود تا به آکسفورد یا کمبریج برود به طور غیر مادرش چهل پوند به او داد مبلغی که به سختی هزینه یک سال تحصیل او در دانشگاه را کفایت می کرد جانسون با این پول در سال 1728 در کالج پمبرک آکسفورد ثبت نام کرد در این هنگام او 19 سال داشت استعدادش می توانست او را یاری کند اما سستی و تنبلی او مانع پیشرفتش شد از اینها گذشته او زبان تندی داشت که باعث انتقاد او از اولیاء دانشگاه میشد. جانسون اکنون فقیر و افسرده بود سرانجام فقر او را ناگزیر به ترک آکسفورد کرد او کتابهایش را نزد دوستی به امانت باقی گذاشت جانسون جز بازگشت به کتاب فروشی چاره ای نداشت او تا مرگ پدرش در سال 1731 کار کتاب فروشی را ادامه داد او 19 پوند از پدرش ارث برد و تلاش کرد تا از عهده اداره مدرسه لیس استرشایر براید اما پس از چندی دوباره به کتاب فروشی روی آورد. در سال 1732 به دیدار دوست دوران تحصیلش ادموند هکتور که جراح موفقی بود به بیرمنگام رفت. هکتور او را به نوشتن ترغیب کرد. جانسون کتابی از ایتالیایی ترجمه کرد و پولی ناچیز به دست آورد. او با تنبلی مطالب را به هکتور دیکته می کرد و او با صبوری می نوشت. جانسون در گذشته در بیرمنگام با خانواده پورتر آشنا شد هری پورتر پارچه فروشی داشت او و همسرش الیزابت سه فرزند داشتند که لوسی بزرگترین آنها بود وقتی خانواده پورتر اولین بار با جانسون ملاقات کردند لوسی شانزده ساله بود لوسی درباره جانسون این گونه نگاشته است او آنقدر بلند بالا و لاغر بود که استخوان بندی درشت اندامش کاملا به چشم می آمد. آثار زخم خنازیر به وضوح دیده می شد. کلاه گیس بر سر نداشت. موهایش صاف بود و در پشت سر نامرتب و به هم ریخته بود. و هنگام حرف زدن از سر و دستش به گونه این نامعنوس کمک می گرفت. او لحظه ای شاد و گاه دیگر غرق اندوه بود او با هکتور بر سر به تعویق انداختن زمان ترک خانه و اجاره خانه ای دیگر در نزاع بود او تحمل تنهایی را نداشت و پس از ترک هکتور دوباره نزد او می رفت از نوشته های لوسی برمی آید که مردم بیرمنگام تحمل آقای جانسون را نداشتند وقتی الیزابت چهل و پنج ساله بود همسرش را از دست داد بعدها او و جانسون به هم علاقمند شدند در نهم ژوئیه سال 1732 جانسون و الیزابت در کلیسای وربرگ در دربای ازدواج کردند. شاهد این پیوند لوسی دختر الیزابت بود. الیزابت ها با جهیزیه 600 پوندی که داشت جانسون را واداشت تا در حوالی لیچفیلد یعنی الدیال مدرسه ای دایر کند. در این هنگام جانسون نیروی بسیاری را صرف نوشتن نمایش غمگینانه ارن کرد. این نمایش شکایت دختری بود که در بردگی روزگار می کذرند. این مدرسه پیشرفت چندانی نداشت سرانجام در مارس 1737 جانسون الیزابت و لوسی را ترک کرد و راهی لندن شد در آن زمان ماهانه ده هزار نسخه از مجله جنتلمن به سردبیری ادوار کیو به فروش می رفت. پس از اصرار بسیار کیو راضی شد شعری از جانسون را در مجله چاپ کند شعر به زبان لاتین بود و آنقدر زیبا و قوی که کیو را متقاعد کرد که از بحانه هایی که برای چاپ می دست بردارد از آن پس جانسون در شمار نویسندگان ثابت مجله درآمد و کار نویسندگیشش آغاز شد شعر لندن اولین اثر جانسون بود که اقبال همگانی یافت و بیدرنگ با موفقیت روبرو شد این شعر بلند بی پروا و سیاسی بود که تصویری از لندن آن روزگار را ارائه می داد مجله جنتلمن و کار ای که جانسون در این مجله داشت فرصتی بود تا او بخت خود را بیازماید جانسون در 18 ژوئن 1746 قراردادی برای تهیه یک لغتنامه انگلیسی به امضا رساند شش کتاب فروشی به سرپرستی رابرت دادزلی که شعر لندن جانسون را به چاپ رسانده بود تعهد کردند که طی سه سال مبلغ 1575 پوند برای این کار به او بپردازند جانسون برای نزدیکی به ناشرش به خانه ای در میدان گف نقل مکان کرد ناشر او اسکاتلندی تباری به نام ویلیام استراچن بود جانسون در این اتاق زیر شیروانی بزرگ با شش همکارش سخت کار میکرد تا لغتنامه گردآورد گرد آورد که او را به شهرت برساند و الگویی برای لغتنامه های دیگر باشد لغتنامه های آن زمان تنها به ارائه معنی لغت بسنده می کردند. اما جانسون با احاطه دانشی که در ادبیات داشت برای هر واژه شاهد مثالی می آورد او جمله هایی برمیگزید که نه تنها معانی یک واژه را روشن می کرد بلکه آنچنان که خود جانسون می گفت مزایای دیگری هم داشت او از فلاسفه اصول استدلال مورخان حوادث مهم تاریخی از شیمیدان ها و مبانی تشکیل مواد از دانشمندان معارف الهی و از شعرا توصیف های زیبایی را وام می گرفت بر اساس اعلامیه‌ای که درباره این لغتنامه انتشار یافته بود این کتاب فرهنگی اشتقاقی قیاسی، نحفی، توصیفی و انتقادی بود انتشار این فرهنگ لغت بدان معنی بود که مقدمات یک زندگی مرفه برای خانواده جانسون فراهم آمده است اما زندگی با الیزابت چندان به خوشی نمیگذشت. جانسون برخلاف عدم تناسب ظاهریش نزد دیگران از جاذبه بسیاری برخوردار بود. آنها در طول زندگی 20 ساله مشترکشان دائما با هم مشاجره داشتند. دیوید گریک که بازیگر موفقی بود، الیزابت را زنی متظاهر و خوشمشرب توصیف می کند. جانسون همواره به همسرش وفادار بود و از او به نیکی یاد می کرد. کاهلی و سستی جانسون روند تکمیل این فرهنگ لغت را کند کرده بود در این زمان او شعر نابی با نام آرزوهای پوچ انسان سرود شعری تلخ و جدی که به گفته الیوت بهترین شعر آن زمان بود نمایشنامه ی ارن سرانجام در سال 1749 توسط گاریک بر صحنه رفت که چندان موفق نبود اگرچه گاریک و جانسون همیشه دوستان خوبی بودند اما پذیرفتن توفیقی که گاریک در صحنه به دست می آورد، در مقایسه با کار دشوار نوشتن برای جانسون قابل تحمل نبود اقدام جسورانه بعدی جانسون انتشار مجله‌ای به نام رامبلر بود این مجله از مارس 1750 تا مارس 1752 هر هفته دو بار انتشار می‌یافت. اکثر مطالب را خود جانسون مینوشت جانسون این نوشته ها را در شمار بهترین نگاشته های خود می دانست. این مقالات امیخترین دیدگاه های او را در مورد اعمال بشر در برداشت. مجله رامبلر توفیق چندانی نداشت تیراژ مجله به سختی به 500 عدد می رسید بعدها جانسون اعتراف کرد که مجلهش خسته کننده بوده سبک نگارش مجله سنگین بود و ساختار جمله ها بیشتر به لاتین شباهت داشت <applause> الیزابت در 17 مارس 1752 پس از گذراندن بیماری جانکاهی درگذشت. جانسون از مرگ او سخت آزرده شد و تا پایان عمر همیشه او را می سود. در این هنگام دو نفر دیگر وارد زندگی شدند یکی از آنها بانوی نابینایی به نام ویلیامز بود که قبل از مرگ الیزابت به آنجا آمده بود تا تحت مراقبت او باشد این زن عزیزترین خاطره جانسون به حساب می آمد. خانم ویلیامز بیدار می مان تا جانسون به خانه بازگردد آنگاه با فنجانی چای پذیرای او بود و با هم گرم گفتگو می شدند ده روز پس از مرگ الیزابت پسر بچه سیاه بوست ده سالهی به نام فرانک باربر به عنوان خدمتکار به خانه او آمد گرچه این پسر آقابت از آن خانه گریخت اما تأثیر به در زندگی جانسون داشت اکنون جاشوا نیز از جمله دوستان او بود که بعدها به سر جاشوا رینالدر نقاش شهرت یافت جانسون او را به خاطر فکرش بسیار دوست داشت ساموئل ریچاردسون نویسنده سربتمند و مشهور و نویسنده رمان‌های پاملا و کلاریسا همیشه وقت نیاز به جانسون کمک مالی می کرد و او را به دوستانش معرفی می‌نمود. از جمله این آدم‌ها ویلیام هوگارت نقاش بود که با به تصویر کشیدن چهره مردم روزگاری مناسب داشت. نخستین بار هوگارد جانسون را در سال 1753 در خانه ریچاردسون ملاقات کرد. ابتدا هوگارت میپنداش که او دیوانه است و ریچاردسون از او مراقبت می کند. اما وقتی هوگارت حرفهای او را شنید غرق در حیرت و شگفتی شد سخن گفتن برای جانسون ضروری مینمود و حرفهایش همه را مجذوب می کرد. او در صدد برآمد که باشگاهی به سبک آنچه در کینگز هد دیده بود تشکیل دهد. او باشگاهی در سنپل دایر کرد تا مطمئن شود که همیشه مخاطبی برای حرفهایش دارد یکی از دوستانش حضور او را در باشگاه چنین توصیف می کند جانسون با چشم و روحی تشنه به آنجا می آمد. پس از صرف غذای مفصل و لیموناد بدون آنکه نوشابه دیگری بیاش آمد به انسان متفاوتی بدل می شود. افسردگی و کاهلیش زائل می گشت چهرهش روشنی میگرفت. زهنش گسترده میشد و شعورش میتراوید و همه را خوشنود می کرد. پس از هشت سال در اواخر سال 1754 کار فرهنگ لغت به پایان رسید و نام او پرآوازه شد دانشگاه آکسفورد درجه استادیاری افتخاری به او داد او همچنان تنگ دست بود و بعد از الیزابت هرگز به فکر ازدواج نیفتاد جورج سوم در سال 1762 به تخت نشست. او هرچند از مادری آلمانی در خاندان سلطنتی هانوور به دنیا آمده بود، ولی خود را پادشاهی کاملا انگلیسی میدانست. از این رو زمینه مساعدی برای شکوفایی ادبیات فراهم کرد. جورج سوم کتابخانه بزرگ سلطنتی را بنیاد کرد. کتابخانه‌ای که اساس کتابخانه امروزی بریتانیا است. پادشاه در آغاز هر سال مستمری سالانه ای مادل 300 پوند به جانسون میداد. این مقرری پاداش زحمت او در قبال لغتنامه بود این مستمری زندگی جانسون را آسوده کرد اعطای این وظیفه برای او سرنوشت ساز بود در سال 1764 کالج تیرینیتی دوبلین او را مفتخر به دریافت تصدیق آموزشگاهی کرد و بعدها دانشگاه آکسفورد با تشریفاتی خاص به او درجه دکترای افتخاری داد اکنون او لغت شناسی بزرگ بود و همه کسانی که به ادبیات عشق می‌ورزیدند در کنار او فروتن بودند. در سال 1763 وقتی جانسون 54 ساله بود، اسکاتلندی جوان و خوشنامی به نام جیمز بوسول به لندن آمد. او از دوستان صمیمی جانسون شد و زندگی نامه او را نوشت او آشناییش با جانسون را چنین توصیف می کند آن سالها برای من بسیار به یاد ماندنی است زیرا در آن سال من سعادت آشنایی با مردی بزرگ را یافتم برخوردی مهم که همیشه آن را خوشترین حادثه زندگی هم دانستم گرچه در آن زمان دو ساله بودم ولی سالهای متمادی آثارش را با احساس شاگردی و لذت خوانده بودم و احترام زیادی برای نویسندهش قائل بودم احترامی که در ذهن من به تدریج به احترامی تو انبا قداست بدل شد آنها به یکدیگر دیگر علاقه مند شدند بوسول شبهای بسیار بیدار می ماند و حرفهایی را که از این مرد بزرگ شنیده بود یادداشت می‌کرد. تا بتواند پس از مرگش زندگی نامه او را بنویسد اگر زحمات طاقت فرسای بوسول نبود مشکل می تصویر روشنی از زندگی جانسون داشت آنها آنقدر صمیمی شدند که با هم به گشت و گذار در هبرید پرداختند یادداشت‌های روزانه بوسفل درباره این سفرها یک سال پس از مرگ جانسون به چاپ رسید. بوسفل با بیانی جذاب تمام واکنش های این مرد بزرگ را در مواجهه با آنچه میدید و میشنید شرح می, شنید می دهد. هرچند بسیاری نکات دیدنی از چشم کمسویش پنهان می ماند ولی هیچ چیز از زبان تند و تیزش در امان نبود. آشنایی جانسون با خانم و آقای ترال در سال 1764 خرسندی سالهای پسین زندگیش را فراهم کرد جانسون همیشه به آنها سر میزد و در میهمانی های خانم ترال که همیشه پر از افراد مطلع و سرشناس بود شرکت میکرد. خانم ترال از شکوه حضور جانسون لذت می برد ارتباط جانسون با خانواده ترال رابطه خاص و دیرپایی بود آقای ترال پلیس نظامی و مردی زیرک و دانا بود او مورد احترام بسیار جانسون بود جانسون برای دیدار این خانواده به خانه آنها می رفت آنها هم برای جانسون اهمیت فراوانی قائل بودند او به راحتی همه کسانی را که طالب دیدار آنها بود در آنجا ملاقات می کرد ارتباط با این خانواده تا 20 سال ادامه داشت تا اینکه آقای ترال درگذشت و ارتباط آنها سرد شد خانم ترال با یک موسیقیدان ایتالیایی ازدواج کرد جانسون دوستی دیر پایش را با تمامی کسانی که او را تحسین می کردند و او دوستشان داشت ادامه داد و رابطه ای محترمانه میان آنها بود جانسون آدمیان حساس را متأثر می کرد ولی آنها را به شادی نیز وامی داشت او بی نهایت مهربان بود و اندوه انسانها او را به فکر وامی داشت او به راحتی اشتباهاتش را میپذیرفت و به عظمت ذات انسان معتقد بود جانسون در دسامبر 1785 درگذشت در مراسم تدفین او در وست مینستر خیلی عظیمی از دوستان داغدارش شرکت کردند ساموئل جانسون آنچه داشت را با سخاوت به دولت و مستخدم سیاه پوستش فرانسیس باربر بخشید.